همه ما داستان آدم و حوا رو شنیدیم که به گفته انجیل اولین انسان‌هایی بودند که توسط خدا آفریده شدند. اما یک افسانه باستانی یهودی میگه حوا اولین زن آفریده شده نبوده. پس اولین زن آفریده شده چه کسی بوده؟ در ادامه خواهید شنید. این افسانه میگه که قبل از حوا زن دیگری به نام لیلیت وجود داشته. لیلیت برخلاف حوا که از بدن آدم بیرون اومد، همراه آدم از خاک به وجود اومد. از اونجا که لیلیت مثل آدم خلق شده بود، از دستورات شوهرش اطاعت نکرد، چون فکر میکرد با آدم برابره. در نتیجه سلطه‌گری آدم رو قبول نمیکرد. لیلیت و آدم در باغ عدن حضور داشتند، اما یاغه‌گری لیلیت اونو در شرایطی قرار داد که مجبور بود بین اطاعت کردن از شوهرش و بیرون رفتن از باغ عدن یکی رو انتخاب کنه. لیلیت حاضر نبود مطیع آدم بشه. در نتیجه قبول کرد که از باغ عدن اخراج بشه. اولین زن آفریده شده تبعید شد و در نزدیکی دریای سرخ شروع به زندگی کرد. خدا فرشته‌هایی رو نازل کرد تا لیلیت رو متقاعد کنن که به باغ عدن برگرده. اما لیلیت به خدا پشت کرد. آدم بدون زنش احساس تنهایی می کرد. خدا دید که آدم تنهاست. تصمیم گرفت زن جدیدی براش بیافرینه. نام زن دوم حوا بود. لیلیت به خاطر پشت کردن به خداوند تبدیل به شیطان شد. او حالا زنی به شکل شیطان بود. اون با ظاهر جدیدش قدرت اینو داشت که به نوزادهای تازه به دنیا اومده مریضی منتقل کنه. اما از طرفی خداوند همون فرشته هایی که سعی کرده بودن لیلیت رو به باغ عدن برگردونن مسئول محافظت از بچه ها کرد. لیلیت به زندگی شادی که آدم و حوا در بهشت داشتن حسادت می کرد و برای انتقام خودش رو به شکل مار در آورد و حوا رو گول زد و مجبورش کرد که میوه ممنوعه رو بخوره و همین باعث شد این زوج از بهشت رانده بشن. داستان لیلیت بسیار معروفه، اما این نسخه در انجیل مسیحیت وجود نداره. این داستان هم توسط کاتولیک ها و هم پروتستان ها رد شده. نسخه ای که میگه لیلیت زن اول آدم بود در الفبای سیراک وجود داره. تاریخ نگارش اون مشخص نیست، اما به نظر میرسه که در قرون وسطا نوشته شده باشه. افسانه لیلیت در افسانه های عبری، بابل و سامری پیدا میشه. شخصیت لیلیت در بین النهرین به عنوان یک الهه شیطانی دیده میشه یا به عنوان یک خدا که حالتهای مختلف و خلق و خوهای گوناگونی داره. نظریه هایی وجود دارن که میگن نبودن لیلیت در انجیل به خاطر اینه که این داستان از کتاب حذف شده. شخصیت لیلیت به عنوان یک زن مستقل و قوی در مقابل فرهنگ مرد سالاری قرار میگیره و به همین خاطر که جنبش‌های فمینیستی از لیلیت خیلی استقبال میکردن. اون معمولاً به عنوان اولین فمینیست شناخته میشه. این جنبش‌های فمینیستی میگن لیلیت به صورت ناعادلانه تبدیل به شیطان شد، درست مثل زنان زیادی که سعی کردن با مرد سالاری بجنگن اما دچار سرنوشت بدی شدن. به هر حال داستان لیلیت تا به امروز یکی از داستان‌های جالب و بحث برانگیزه.